خبرها. درخواست امارت اسلامی از مسکو برای حضور در نشست بریکس. خبرگزاری ریانوستی روسیه نوشته که امارت اسلامی با فرستادن نامه به دستیار رئیس جمهور روسیه خواهان حضور در نشست سازمان بریکس شده است. پکار د چټولو کې دا غونډه چې اوسلو نوې هوا دونه دا اوس ناس دی کوم به دوی ته برخه ورکړي و آلته مورنټا ظلم کوي دا کده کې نو ورکي موږ د مسکو نه شکریا ادا کو. انتقاد وزارت خارجه از نسپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی. معاون سخنگوی وزارت خارجه کشور میگوید که این کار جفا در حق مردم افغانستان است. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې اوس د افغانانو استازي ته نه سپارل کیږي زموږ دریځ دی چې د افغانانو په حق کې تیری ده او جفا ده. واکنش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به برخورد کشورهای همسایه با مهاجران افغان. سخنگوی این وزارت میگوید که تصمیم دادستان کل کرمانشاه ایران بر منع ورود پناهجویان افغان به آن شهر سبب بی‌اعتمادی میان دو کشور خواهد شد. منګ د ایران هیواد سره په اړیکه کې یو دغه ډول کړنې د دواړو ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ترمنځ هغه اعتبار او د دوستۍ اړیکو ته زیان رسولی شي. و حمله های گسترده ارتش اسرائیل بر بخش های از لبنان. سلام و وقت بخیر. امروز دوشنبه دوم میزان 1403 هجری خورشیدی که برابر است با 23 سپتامبر 2024 میلادی. من بی‌نظیر بکتاش در مجموعه خبری امروز با شما هستم. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در گفتگو با یک رسانه روسی بر حضور نماینده امارت اسلامی در نشست سران کشورهای بریکس تاکید کرده است. قرار است نشست سران کشورهای بریکس در اکتبر سال روان میلادی در شهر کازان روسیه برگزار شود. جزئیات بیشتر با سید بلال صیاد. امارات اسلامی با فرستادن نامه به یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان حضور در نشست رهبران بریکس شده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر در گفتگو با یک خبرگزاری دولتی روسیه بر حضور نمایندگان امارات اسلامی در نشست‌های جهانی تاکید کرده و افزوده که این امر برای صلح جهانی مهم است. ما قربانی کارزار تهمت زنی برخی رسانه‌ها هستیم. مهم این است که در چنین اجلاس و مجمع شرکت کنیم و دیدگاه‌ها و موضع‌های خود را در مورد موضوعات مورد بحث مطرح کنیم. این برای صلح جهانی، درک متقابل، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز ضروری است. در نامه‌ای که به دستیار آقای پوتین فرستاده شده، آمده است که عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء علاقه‌مند حضور در نشست بریکس در شهر کازان است. یکی از کارشناسان سیاسی می‌گوید که سران کشورهای بریکس باید نماینده امارت اسلامی در نشست خود را دعوت کنند. باید چې کوم ملک کې کوم هیواد کې کوم حکومت وي هغه باید ورته دعوت شي. دا چې نه دعوتیږي موږ ته هم نقصان ده او هغه څوک چې هغلته هغه غړي دي هغه هیوادونو ته هم نقصان ده. د هغو حیثیت خرابیږي. د ما په باره کې خبرې کوي او ما غواړی نه لکه څنګه درېمه غونډه د دوحه کې چې برخه واخیستله اسلامي امارت هلته صفا وویلې چې د کوکنارو کښ کې به زه تاسو سره هغه کوم خاوره مې بل چا په خلاف نه استعمالیږي. د هغوی هم څه غوښتنې ته وې دا عقلن هم دا وایي چې د یو چا نه څه غواړي یا څه ته ورته توصیه کوي یا څه غونه غواړي هغه مخامخ حاضر که ورته ووایي. اعضای اصلی گروه بریکس برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپی در ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافت. روسیه اعلام کرده که نشست پیشرو بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز خواهد بود و قرار است از 22 تا 24 اکتبر سال روان میلادی در شهر کازان روسیه برگزار شود. وزارت خارجه کشور از نسپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده امارت اسلامی سخت انتقاد کرده است.
معاون سخنگوی این وزارت میگوید که نسپردن این کرسی به نماینده امارت اسلامی جفا در حق مردم کشور است. در همین حال شماره از آگاهان سیاسی خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های بین المللی شده اند. جزئیات بیشتر از سوسن رحمتی. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه از سپردن شدن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده امارت اسلامی به شدت انتقاد کرده است. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې اوس د افغانانو استازي ته نه سپارل کېږي زموږ دریځ دی چې دا د افغانانو په حق کې تیری ده او جفا ده. که ملګرو ملتونه د افغانانو چوکۍ د افغانستان دغه واقعي استازي ته چې ورته نومول سوی دی وسپاري، دغه استازی به وکولی سي چې په بامسؤلیته شکل سره هلته چارې ترسره کړي او د افغانانو له حقونو دفاع وکړی سي. آقای تکل میگوید که نسپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده امارت اسلامی جفا در حق مردم کشور است. موږ هیله مندو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان اوسنی او حقیقي وضعیت ته په کتلو سره مثبتې پرېکړې وسي او مثبت نظریات په وړاندې سي، لکه څنګه چې په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او نور اجتماعي برخو کې پرمختګونه رامنځته سوي دي. دلته د افغانانو لپاره تسهیلات آمده سوي دي، د افغانانو ژوند خوندي سوی دی او په ګڼو نورو امورو کې لاسنیوی حکومت کړی دی. آقای تکل ابراز امیدواری کرده که در نشست‌های سازمان ملل با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فیصله صورت بگیرد. وی همچنان میگوید که در افغانستان تغییرات مثبت به وجود آمده و سازمان ملل متحد نیز باید با توجه به این پیشرفت‌ها فیصله کند. همزمان با این شماری از آگاهان مسائل سیاسی خواهان دعوت مقام‌های امارت اسلامی در نشست‌های بین المللی شدند. کشور امن باشه، اقتصاد رشد کرده باشه و تلاش برای بهبود زندگی مردم در اونجا صورت بگیره و پشتیبانان داخلی داشته باشند، چرا به رسمیت شناخته نشوه و چرا در مجالس عمومی نماینده های مردم افغانستان که حکومت افغانستان نمایندهش است در اونجا حضور نداشته باشه، باید اینا در تمام جلسات حضور پیدا کنند. گفتنی است که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و دعوت نماینده امارت اسلامی در مجامع عمومی این سازمان مشکل طولانی و پیچیده ای است که در 3 سال اخیر حل نشده است. امارت اسلامی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را بر اساس اصول بین المللی حق افغانستان می داند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تصمیم دادستان کل کرمانشاه ایران مبنی بر منع ورود پناهجویان افغان به آن شهر را سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشور می‌داند. عبدالمطلب حقانی از ایران خواست که بر بنیاد قوانین بین المللی به مهاجران افغان اجازه کار در آن کشور را بدهد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در نزدیک به 8 ماه گذشته دست کم 1,600,000 تن از افغانستان به ایران و پاکستان رفته اند. شرح بیشتر با اسماعیل سادات. حمیدرضا کریمی دادستان کل شهر کرمانشاه ایران ورود پناهجویان غیرقانونی افغان به این شهر را ممنوع اعلام کرد. آقای کریمی گفته است که هیچ شهروند ایران حق فراهمسازی زمینه کار به پناهجویان غیرقانونی افغان را در ایران ندارد. در همین حال مهاجران افغان از شکنجه و آزار و اذیت پلیس ایران نگرانند. توهین، تحقیر و رویه خیلی نجات پرستانه با افغانها در اماکن عمومی، جاده ها، متروها و ایستگاه های موتر و چیزی بده که در اواخر شاهدش بودیم، شکنجه شدنشان و وضعیتشان توسط شوکر برقی یا همون دندای برقی در اردوگاهی که جمع آوری میشن. وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانستان در ایران متاسفانه روز به روز به وخامت گراییده میشه و اونا فرصت ها و زمینه های زندگی کردن در اونجا برشان روز به روز قید شده میره. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور میگوید که تصمیم اخیر دادستان کل شهر کرمانشاه ایران سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشور می شود. من د ایران هیواد سره په اړیکه کې یو دغه ډول کړنې د دواړو ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ترمنځ هغه اعتبار او د دوستۍ اړیکو ته زیان رسولی شي. زمون غوښتنه له ایران هیواد څخه دا ده چې دوی باید د ټولو نړیوالو اصولو مطابق
افغانانو ته اجازه ورکړي چې په هر ځای کې دوی آزادانه تګ راتګ وکړي او آزادانه خپلو کاري فعالیتونو ته لاسرسی ولري. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در بیشتر از 8 ماه گذشته دست کم 1,600,000 نفر از افغانستان به ایران و پاکستان رفتند. در گزارش این سازمان آمده که 830,000 نفر به ایران و 769,000 تن دیگر به پاکستان مهاجرت کردند. این سازمان افزوده که در این مدت کم از کم 2,000,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. دولت کنونی افغانستان بتواند آسیب شناسی‌هایی را در این زمینه جهت رفع این مشکلات باید در این زمینه اقدامات لازم را جهت بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان صورت بگیرد تا مهاجرت‌ها کاهش یابد. افغان‌ها به دلیل جنگ، ناامنی، سرکوب اجتماعی و اقتصادی و فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و همچنین نبودن آموزش برای دختران باعث ترک کشور میکنن و برای آینده بهتر و برای زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی پناه میبرن. این در حال است که اخیراً ایران و پاکستان اخراج پناهجویان افغان از کشورهایشان را شدت بخشیدند. در چند ماه پسین بارها مهاجران افغان از نبود حق آموزش، خدمات صحی و آزار و اذیت پلیس ایران شکایت کردند. سناتور پیشین پاکستان به شکست سیاست اسلام آباد در افغانستان اعتراف کرده است. مشاهد حسین سعید با بیان این مطلب گفته که اسلام آباد ضمن تعامل با امارت اسلامی افغانستان باید با گروه های حراس افغان در منطقه مبارزه کند. وی افزوده که پاکستان راهبرد روشن در راستای مبارزه با گروه تی تی پی ندارد. شرح بیشتر با مشعل ایوبی. مشاهد حسین سید، سناتور پیشین پاکستانی، از شکست سیاست اسلام آباد در افغانستان خبر داده است. وی در گفتگو با رسانه آج نیوز با ابراز این مطلب تاکید کرده که پاکستان راهبرد روشن در قبال تحریک طالبان پاکستانی ندارد. این سناتور پاکستانی افزوده که اسلام آباد باید با گروه‌های حراس افغان از جمله تی تی پی در منطقه مبارزه کند. در همین حال یک آگاه سیاسی سیاست پاکستان در برابر افغانستان را دوگانه دانسته و میگوید که پاکستان از یک سو با حکومت سرپرست این کشور ابراز نزدیکی و تعامل می کند و از سوی دیگر از گروه های حراس افغان حمایت می کند تا امنیت افغانستان را به هم زند. متاسفانه رویه و برخورد حکومت پاکستان در قبال افغانستان دو پهلو هست. از یک طرف خود به افغانستان نزدیک نشان میده و اما از طرف دیگر گروه های حراس افغان را تربیت میکنه که افغانستان را ناآرام بسازه و باز انگشت انتقادشان طرف افغانستان هست. امیدوار هستم کشورهای همسایه افغانستان به شمول حاکمان لاهور به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست و کوشش کنند بر محور حفظ منافع ملی جانبین با ما تعامل داشته باشند، نه تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری. یک آگاه نظامی میگوید که تی تی پی مشکل داخلی پاکستان است و مقام های آن کشور باید راهبرد روشن را برای مبارزه با گروه های حراس افغان در خاک خود روی دست گیرند. عملیات گروه تی تی پی در خاک پاکستان مشکل اساسی خود کشور پاکستان است. پاکستان باید علیه مار کردن گروه تی تی پی در خاک خود یک استراتژی و رویکرد منظم را به سطح منطقه و فرامنطقه روی دست بگیرد. این در حال است که پیش از این منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته بود که با وجود اختلاف ها با امارت اسلامی، اسلام آباد همچنان متحد به حفظ تعامل با کابل است. مسئولان وزارت صحت عامه آمار سوء تغذیه بیش از 30,000 کودک از سوی یونیسف را رد کرده اند. سخنگوی این وزارت میگوید که در یک سال گذشته بیش از 1,000,000 کودک سوء تغذیه متوسط و حاد را درمان کرده اند. گزارش از احمد شاه غفاری. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نشر پست در صفحه اکسش اعلام کرده است که در سال جاری میلادی بیش از 343,000 کودک در افغانستان برای درمان سوء تغذیه حاد بستری شدند. در همین حال وزارت صحت عامه این آمار را به اساس می داند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت می گوید که از سال گذشته تا اکنون 1.5 میلیون کودک سوء تغذیه حاد و متوسط ثبت و درمان شده است.
اکثریت وختونه د چې وی چې ځین نړیوال ادارات داسې راپورونه خبروي چې هغه د حقایقو پر اساس باندې نه وي. د ځین راپورونو سره موږ مخېږو چې هغه د افغانستان د روغتیا وضعیت اړوند وي، هم د ځین ناروغیو د ارقامو اړوند وي، ولې هغه د حقایقو پر اساس باندې نه وي او د لرې څخه تخمین شوي یا اټکل شوي ارقام ویل کېږي. په دا وروستیو کې د ځین اداراتو لورې ځینې راپورونه خپاره شوي دي چې په افغانستان کې د سوی تغذیې ماشومانو ارقام پورته شوي دي. دغه راپورونه موږ ردوو، د حقیقت پر اساس باندې نه دي. له موږ سره چې څومره ارقام شریک شوي دي او په سیستم کې له موږ سره نوي ماشومان ثبت شوي دي، په تېر کال کې له موږ سره 1.5 میلیونه شدید سوی تغذیه متوسط سوی تغذیه ماشومان درملنه تر سره شوې ده. البته په دې کې هغه میندې هم شامل دي چې هغه خپل ماشومان د شدید ورګي په سوی تغذیه باندې اخته دي. با گفته آقای زمان، پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، کار در بخش سوی تغذیه طفل و مادر صورت گرفته و خدمات نسبت به گذشته بهتر شده و هم اکنون بیشتر از 3000 سایت صحی فعال است و خدمات در بخش سوی تغذیه کودکان نیز انجام شده است. د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیتو سره لیل الحم د سوی تغذیه ماشومان او میندو لپاره په کافي اندازه باندې کار ترسره شوی ده. نسبت مخکې ته سایټونه پراخه شوي دي، داخلي بستر خدمات ورته ښه شوي دي او په هغه ساحاتو کې چې مخکې هیڅ خدمات نه وړاندې کېدل، خدمات اوس ورته وړاندې کېږي. یعنې نسبت مخکې ته خدمات ښه شوي دي او واقعیات راکم شوي دي. همدا اوس خوشبختانه د 3000 څخه پورته روغتیایي سایټونه فعال دي چې په هغه کې د سوی تغذیه ماشومان او میندو لپاره خدمات وړاندې کېږي. البته د اسلامي امارت د حاکمیتو څخه وړاندې دغه سایټونه شمېره 800 در همین حال برخی از دکتران سوی تغذیه در کودکان را ناشی از مشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، رویدادهای طبیعی و تغذیه ناسالم دانسته و از خانواده‌ها و مسئولان وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی نمایند. مکلفیت خانواده‌ها همین است که اطفالشان را وقتاً فقطاً غرض معاینه و ارزیابی به مراکز صحی برده تا ارزیابی و مانیتورینگ شوند از لحاظ تغذیه، و مکلفیت وزارت صحت عامه به همکاری سازمانهای بین‌المللی همی است که واحدهای تغذیه را در سر کلینیکا، خصوصا در مناطق دورافتاده، در ولسوالی دورافتاده فعال بسازند تا عرضه خدمات تغذیوی به صورت درست و گونه دقیق صورت بگیره تا ما شاهد کاهش آمار و ارقام سوی تغذیه در کشور باشیم. افزایش میزان ناداری در میان خانواده ها و کاهش دسترسی به خدمات صحی در افغانستان از عوامل اصلی ابتلای کودکان به سوی تغذیه دانسته می شود. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست با جاوشینگ سفیر چین در افغانستان دیدار کرده و خواستار همکاری چین برای حفاظت از جنگل ها و مقابله با تغییرات اقلیمی شده است. شرح بیشتر با مرجان فیضی. متی‌الحق خالص رئیس اداره حفاظت از محیط زیست با جاوشینگ سفیر چین در افغانستان در کابل دیدار کرده است. در این دیدار آقای خالص از چین خواستار همکاری برای حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با تغییرات اقلیمی شد. متی‌الله خالص با اشاره به تغییرات اقلیمی خواهان پشتیبانی چین برای حضور نمایندگان امارت اسلامی در نشست‌های جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی شد. سفیر چین در افغانستان در این نشست به امارت اسلامی وعده سپرد که در بخش حفاظت از محیط زیست با افغانستان همکاری خواهد کرد. زین العابدین عابد معاون اداره محیط زیست گفته که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، جامعه جهانی 32 پروژه افغانستان در زمینه تغییرات اقلیمی را به حالت تعلیق درآورده است. او افزود که خشکسالی های پیهم، سیلاب ها، کم آبی و کاهش محصولات زراعتی در چند دهه پسین مشکلاتی را ایجاد کرده است. لکه سمیش تاس پجریان که از تیر ورز چپریت ساتن ملی در عمومی رئیس افغانستان کې د چین سفارت له شرزافیر او سرپلاوی سره ولیدل. په لومړی قدم کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس د چین سفارت شرزافیر ته ښه راغلاست ووایه او ورته د افغانستان اړوند موضوعات مطرح کړل چې په هغه کې د اقلیمي بدلون مسایل، محیطي زیستي مسایل او همدارنګه تخنیکي همکاریو ظرفیت لوړولو او د ګډو هیوادونو ترمنځ د تجاربو د شریکولو په برخه کې پیشنهادونه او وړاندیزونه وو چې د چین سفارت ته یې وړاندې کړل. از جمله کشورهایی است که در کثیف نمودن آب و هوا هیچ نوع رول نداره. این کشورهای بزرگ صنعتی است که اونا با صنعت بزرگ خود آب و هوا را کثیف می سازند. پس وظیفه چین و سایر کشورهای بزرگ صنعتی است که در این امر افغانها را کمک بکنند. این در حالی است که چند پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته بود که تا سال 1410 هجری خورشیدی قرار است هر سال 25 میلیون نهال در سراسر کشور غرس شود.
نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید که ساختمانسازی در شهر کابل آزاد شده است. آقای بارکزی افزوده که هر فرد میتواند در شهر ساختمان بسازد و همچنان افزوده که این ساختمانسازی مشروط بر تثبیت جایداد و دریافت اجازه نامه از شهرداری کابل است. ستاره قادری گزارش میدهد. نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید که اکنون روند ساختمان سازی در شهر کابل آزاد شده است و تاکید کرده است که پیش از آغاز ساخت ساز باید جایداد تثبیت شود تا از غصب زمین‌ها جلوگیری گردد. در تمام شهر کابل مطابق با اصولی که وجود دارد هر کس حق دارد که آبادی بکنه، ساختمان بسازه، مارکت بسازه و در مراحل ساخت از او اساس‌ترین مرحله مسئله تثبیت ملکیت هست که اکثریت مطلق شون از طرف اداره محترم عراضی تثبیت ملکیت میشه و اداره محترم عراضی فعلا با وزارت محترم زراعت فعالیت میکنه. سابق زیر چتر وزارت محترم شهرسازی بود. بارکزی بر ساخت و ساز معیاری نیز در شهر کابل تاکید کرد و افزود که هیچ گونه موانعی در برابر ساختمانسازی ها نیست، ولی ساخت و سازها مشروط به تثبیت جایداد و دریافت اجازه نامه از شهرداری کابل است. در هیچ جای کابل کار کردن کسی ممانعت برتون نمیکنه، مگر اینکه شما جواز نداشته باشین یا خلاف جواز کار بکنه. شما به خاطر 4 منزل جواز گرفته باشین ولی 10 منزل جور بکنین و یا بر اساس فیصدی ساختش که اجازه 70% زمین تان دارین که او را ساختمان بسازین و 30% دیگه سایه خدماتی سایه سبز است. این در حالی است که در 20 سال گذشته عمر ساختمانسازی و ساخت بلندسازی منزلها در کشور به ویژه در شهر کابل غیر معیاری بود و شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و اراضی در آن زمان نتوانسته بودند که جلو غصب و اعمار شهرک‌ها و بلندمنزل‌ها را بگیرند. نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام و قبایل به منظور اشتراک در نشست ثبات نظام اسلامی و اتحاد قبایل امروز به زابل رفته است. وی در این نشست گفته که با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور میان 829 قبیله صلح صورت گرفته است. نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام و قبایل به هدف اشتراک در نشست ثبات نظام اسلامی و اتحاد قبایل امروز به زابل سفر کرده است. او در نشست گفته است که به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور میان 829 قبیله صلح صورت گرفته است. در همین حال باشندگان این ولایت از حکومت سرپرست خواستار ایجاد فرصت‌های آموزشی و شغلی برای جوانان در کشور هستند. اتاسو نویس شخلی ترویس ترویس پوری په افغانستان کې لله الحمد حل سوی دی د الله العالمین توفیق او تعالی به د ملګرو ته د توفیق ورکړي. الله تعالی به دغو د فیصلې اراده کړي خو په دې ولایت کې لا هم ناخوالی شته. از سوی هم شماره از بزرگان قومی در این نشست خواستار باز شدن دروازه مرزی افغانستان و پاکستان شدند. خواهش لرو چې موږ ته خلک موږ ځوانان ته کار پیدا شي، موږ کار ځوانان پر کار ولوین. د پاکستان سره نور مشخلاص زموج دروازه زموج ګمرک دوایا دونیم کال لمخه رسمي سوی ده، هر څه کار اخلاص سوی ده او د ګمرک د تاسیس د پاره د اقتصادي کمیسون څخه روپی ته نه سوی دي، خو تاسیسات او عملی چارې نه پیلیږي. د ټول رسارې په ساته یو څه ناڅه څو بسترې شبخانه راته جوړ کړي ځکه تر ولایت هم ورته اوس هغه ځای هر دغه د نږدې ده. آقای نوری در نشست به مردم این ولایت اطمینان داده که به همه مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد و خواستار حمایت باشندگان این ولایت از حکومت سرپرست گردیده است. پر تاسی بندی وازی پشتنه ستاسی پر دروازه که دریدل دا د ځان فریضه بولو او دا مو حق ګڼو پر ځان باندې او د دې حق د ادا لپاره ستاسو پوښتنې ته راغلی یو که پر دې څومره ټینګ قسم وکړو په دې قسم کې زه صادق ستاسو تاسو زموږ یاست، موږ بیا تاسو هیڅ څوک ولایي کوي که دا فکر موږ د ځان سره وکړو چې ته دې نه یاست، موږ دې دا غلط فکر دی، دا غلط سوچ دی. گفتنی است که سرپرست وزارت اقوام و قبایل به منظور حل مشکلات مردم و ایجاد صلح بین اقوام سفر به ولایت ها را آغاز کرده است. وال هم چند خبری از جهان. خبرگزاری دولتی لبنان از حمله های گسترده ارتش اسرائیل به جنوب و شرق آن کشور خبر داده است. در همین حال رئیس جمهور اوکراین میگوید که خزان پیشرو سرنوشت جنگ میان روسیه و اوکراین را تعیین خواهد کرد. شرح بیشتر با احمد شاه شکوهمند.
خبرگزاری دولتی لبنان صبح امروز دوشنبه از حمله های گسترده ارتش اسرائیل به جنوب و شرق آن کشور خبر داد. اسرائیل میگوید که موضع های نظامی و مخفیگاه های حزب الله را بمباران کرده است، اما منابع در بیمارستان های لبنان گفته اند که یک غیر نظامی در این حمله ها جان باخته است. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران در کاخ سفید گفته که نگران تنش های جاری در خاورمیانه است و آمریکا هر کاری بتواند برای جلوگیری از وقوع یک جنگ گسترده تر انجام میدهد. از سوی دیگر رسانه های اسرائیلی به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گزارش داده اند که او در حال بررسی طرحی برای استفاده از روش های محاصره حماس در شمال غزه است. این طرح گونه است که اسرائیل نخست دستور تخلیه را به غیر نظامیان فلسطینی در شمال غزه خواهد داد و سپس منطقه را نظامی بسته اعلام می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که خزانه پیش رو سرنوشت جنگ میان روسیه و اوکراین را تعیین خواهد کرد. و این روز گذشته برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد و از شریکان خود خواست تا به پیروزی مشترک برای یک صلح واقعی و عادلانه کمک کنند. آقای زلنسکی در اکس گفته که در این سفر او توقفی در اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا برای بازدید از یک کارخانه مهمات نیز داشته و به گفته او آمریکا در حال افزایش تولید گلوله های توپخانه 155 میلیمتری برای کمک به تلاش های جنگی اوکراین است. رسانه های ایران گزارش داده اند که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر مرکز ولایت خراسان شمالی را در آن کشور لرزانده است. مرکز لرزنگاری ایران وابسته به مؤسسه جیوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده که این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده است. تا کنون گزارشی از خساره های احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. این در حالی است که ایران به دلیل جان باختن 51 کارگر در حادثه‌ای در معدن زغال سنگ در ولایت خراسان جنوبی آن کشور 3 روز را عزای عمومی اعلام کرده است. همزمان با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کاملا هریس معاون رئیس جمهور کنونی آمریکا و نامزد دموکرات ها در این انتخابات برای برگزاری مناظره دیگر بر ترامپ فشار وارد می کند و از او خواسته تا در یک مناظره دیگر اشتراک کند. در همین حال دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در یک تجمع در کارولینای شمالی در جمع حامیانش گفته که مشکل بحث دیگر این است که خیلی دیر است و رای گیری از پیش آغاز شده است. Beliefs to agree. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.